الرحمن الرحیم. سید هاشم مجدد هستم، بخش مسئول امنیتی و فرهنگی تکیه خانه چنداول. خدا کامتان نکنه. سید هاشم مجدد. سید هاشم صاحب، نام خدا بسیار قد بلندم دارین. من امیر قوی میبینم طرف. سلام. شما را خداوند عمر دراز نصیب کنه. بسیار تشکر. خب اینا را فقط در اول یک چند کلمه بگوین که چطور است وضعیت، چطور است نسبت به سال دیگه تجلیل از این روزهای محرمی، خودتان بگوین. در رابطه با تجلیل از ماه محرم الحرام امسال، مثل هر سال است از نظر جنب و جوش، ولی امسال ما یک کمک میبینیم که زیادتر هم الحمدلله است، چرا که مردم ما یک عادت و یک فرهنگ دارن که هرچی تهدیدات، هرچی مسائل امنیتی به سرشان فشار بیاره، اونا زیادتر پرشورتر میشه. در بخش امنیتی مثل هر سال الحمدلله، چون که ماه محرم و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام مربوط اهل تشیع نمیشه، اهل تسنن در سراسر دنیا، خصوصا سراسر افغانستان، از نظر از اینکه تجلیل میکنی روز و روز شهادت امام حسین علیه السلام مثل اهل تشیع شاید فرق کنه مراسمشون، اما کلا اونمو مراسمشون همون مراسم است. و حساب امنیتی که ما پارسال و پرارسال و سالهای پیش داشتیم از حوزات می آمد، امنیت می گیرد، پس بخش امنیت می آمد، امنیت می گیرد، باز حتی وزارت دفاع کارای می کرد. امسال هم اونمو قسم پرسونل ها الحمدلله دادن برای ما از طرف حوزه، مثال بخش حوزه اول، و از طرف امنیت ملی که استخبارات حال شد، و از بخش وزارت دفاع کار مثال فرهنگی اگان کسای هستن، و بخش جنایی شام انشاءالله الحمدلله که امروز گفتن میرسن بخیر، خدا کنه. یعنی چند آنگاه ارگان دخیل است. بله. یک چیز دیگه که سال گذشته نه سالهای یعنی سال گذشته هم حاکمیت طالبا بود، امارت اسلامی، پیش از او صلا توزیع کردن برای تک خانه ها، برای جایی که سق خانه ها بود که امنیت بگیرن. امسال هم به مو شکل است یا که چطور؟ سالی که در انتحاری شد، در اینجا اولین انتحاری داعش در این منطقه شد و بار زود از زیارت سخی، تو دولت در او زمان تو چیز گرفت که ما سلاح به تمام مراکز شیعی در سراسر افغانستان بتیم که هر مسجد 5 میل سلاح داشته باشه، که وقتی 4-5 سال ادامه داشت تا که امارت آمد، حکومت امارت که آمدن اینا به مو حساب گفت ما 5 تا همون میل سلاح رو به شما میتیم، اما معاشتان از طرف خودتان، یعنی ماش دولت به خاطر که نوپاس نمیتونه شاده داره کرده باشه، از اون خاطر دادن به حساب به این منافع سلا توزیع شده، ولی ماش شده بود اونا رو دست نزدن، یعنی به اون معنا. و پالیش کسایی که سلاح که خودشان داشتن از مساجد که اضافه داشتن که باید زیر نظر ما باشه و جواز ما گرفتیم، و در سایه خودتان میتونید در امنیت خودتان بگین، و پالیش هم ما هستیم مثل هر سال دیگه. بسیار زیاد تشکر. پیامتان برای کسایی که میای به تکیه خانه امی چنداول. پیام ما دیگه این پیام است، پیام امام حسین حیات من الزله. ما شما بعد از زیر ذلت نریم در هر جایی که باشیم، انشاءالله که موفق باشین، انشاءالله که امسال پرشورتر از هر سال و با امنیت سر تا سر باشیم. میای نظم مراد کن. نظم خوب باید مراد کن. بسیار زیاد تشکر. بسیار تشکر. خیلی